مرحله بعدی. آقا داستان بعدی چیه؟ شما میتونید، من نمیدونم ساس کسی کار کرده نه، اونا که پرانت مهند داشتن ساس داشتن. خب شما میتونید توی در واقع اینجا ام پی امی که وجود داره بود نود ماشون میتونید بیاید ساس نصب بکنید. خب و البته توی پکیج جیسا اگه دقت بکنی اکسیوس رو، این که خودمون داریم مثلا لودش و پوسیسوس و ویت هستش. خب الان دقت بکنید توی نود ماژوله رفته اینا رو دانلود کرد توش اکسیوس، اینا هست اکسیوس هم که میدونی برای چیه ای پی ام. الان من میتونم به این ساس هم اضافه بکنم، ولی بخواید ساس اضافه بکنید بعد نود در واقع بیاید از ام پی ام استفاده بکنید، اینستالش بکنید ساس رو. طبیعتا من فکر میکنم روی این NP در واقع CMD که بزنیم، ما اینجا بزنیم ساس، این ساس رو نداره. اه داره حرف آفست بگیرم اینجا آقا. حالا با فرض اینکه نداره NPM I dash 6 ساس رو میزنیم نصب کنیم، این به صورت گلوبال نصب میشه خود سیستمه. خب که میاد نصب میشه یه ساس مینویسی ساس رو اوکی میشه. یه میخوام الان برم تو لاراول استفاده بکنم، لاراول سی دی لاراول و سی دی دوباره لاراول، و برای اینکه استفاده بکنم ام پی ام آی داش دی دیولپ دوا دیولپ خود ساس رو نوشتم. نه ساس نه این دستورش فهم کنم. میاد اینجا الان توی پکیج جیسون بیاید ساس نصب کنید. خب و الان میتونید از ساس استفاده بکنید. بیاید توی کانفیگ میت کانفیگ و من اینجا مینویسم یه فولدر درست میکنم به نام ساس و یه دارم میذارم main dot ساس. میخوایم ساس تولید کنم. ساس چیه؟ این نور رو میزنم یا میجه یه متغیر درست بکنم به نام مثلا ویدز شالله که بلد نیست ساس دیگه ساس میشه و چه رو داری گیر میده. خب آها یا میجه میگم 50% و یه دونم دالر دیگه چه میدونم میکسین چیه فلان چه بیسی اینا فرض من کنم شما بلدی. اینجا هم من میگردم میگم هایت هایت ندیم پرینگ پرینگ هم میدم مثلا 50 پیکسل. یه دونم بی جی ساکسز میدم میمیسم گرین و همی هم اینجا میمیسم بی بگه که چی؟ آها یه دیو می نویسم با کلاس یه اول می نویسم بادی با مکران کالر می نویسم دو بی و می هم اینجا می نویسم دیو به کلاس دیو اسمش کلاس پنج می نویسم یه حالش نیست یه دقیقه اینه کپی می کنه بخواب اینه سس بنویسم بیس می کنه دیو به کلاس پرنت این اینجا بچه ای داره به نام H1 یه داره بینیم CSS شاید اینجا یه بچه ای داره به نام P و این هم P و یه داره بچه داره به نام A و یه هم کپی میکنیم یه نه ایر هم میدازیم اینجا یه هاور هم امپرسان هاور و بکگراند کالر یه دارک گرین تکنم داشته باشه دارک گرین رو براش میذاریم و یه ترانزیشن 300 میلی ثانیه براش میذاریم. خب تمام شد. این الان استنام از ساس رو گذاشتم میام اینجا من دیگه با این کاری ندارم میام توی وید و اینجا این رو
سس میخورم می‌نویسم سس و می سس و میام میرم توی ایندکس این رو می‌نویسم سس و این رو می‌نویسم چی؟ main dot sass. حالا بریم ببینیم چی شد. کانکتینگ و داره کانکت میکنه. سب میکنیم ببینیم میسازدش یا نه. اگه نصبا کنیم ارورش داره هم لحظه میبینه. من آوردم چیکار کردم؟ گفتم سس رو برو هرچی که توش هست بخون و توی کانفیگش هم نوشتم سس هرچی که هست تو مین داد سس. ببینید از اینجور شما چیکاری نمیکنه، فقط میزنید و براتون اصطلاحاً اجرام. ببین اجرا گرفت، کلیک راست، اینسپکت، خودی سی اس اس رو تولید کرد. ها؟ هیچی، همه رو خودش میکنه. ویت اصلا تو باندره دیگه، یه باندر مثل وبپک. باندر چیکار میکنه؟ شما دیگه الان اولا تو این رو یاد بگیرید دیگه نیاز نیست به فرانت پرینسی. اینجا اضافه میکنید، شروع میکنید استفاده کردن. خودش واچ میکنه، خودش هر گونه تغییرات که میدید رو میبینه. الان نگاه کن داره از کجا میکنه؟ سس. خب حالا آقا من چیکار کنم این رو؟ هیچ، شما میایید اینجا. الان مثلا من کوچیک‌ترین تغییراتی بخوام بدم، مثلا این بک‌گراندش بوده بلک، حالا مثلا با بلک حال نکنیم، میتونیم اینجا این 3B آنن هر تغییر میدم اینجا امانش بدونی که من کاری بکنم. خیلی جالبه، نداشتم داستان رو. نه که وبپک نداشته باشم، وبپک هم بود، مثلا استفاده کردنش به این شکل نم. و به این صورت میتونی ازش استفاده بکنی و سس رو توش پیاده بکنی. حالا میکسین فلا میسار ایمپورت کردن اینا دیگه همه رو بلدی، میگه اضافه میکنی چون رو میکنی کار کرد سس رو بوده ایناش. میخوای بیلد بکنی داستان فهم کنی. میاد اینجا، میاد اینجا کنترل سی رو میزنی، npm run build رو میزنید و براتون میره جنریت. خب چیزایی که میخواید در واقع جنریت چیکار کرد؟ رفت مین سی اس اس رو تولید کرد. میبینید چیزایی که توی در واقع دارید ها، حواستون باشه که مین رو رفت ساخت. میبینید چی رو رفت در واقع پیاده سازی کرد؟ مواردی که من دارم، مواردی که دارم چیه؟ این مین داس اس و اپلود جی اس. خب من جای شما باشم چی می‌نویسم تو پروژه؟ سس. سس چطوری چیه؟ اینجا استار بذاری؟ نه، این کار اشتباهیه. ایمپورت کن دیگه، چه کاریه؟ نه، اون که اصلا معلوم نیست چه چیزی در میاد. حالا نهایتا صفحه های مختلف داری، سس های مختلف داری، کامه بذاری کامه بذاری، سی اس اس رو تولید می کنی، سی اس اس رو شهر کن صفحه ها. پس الان من تونستم به این صورت سس رو هم اضافه بکنم. حالا ها بریم بودیست از این بود که سرم که باید